از معترض صنفی تا معضل امنیتی، چرا فعالان مدنی همواره در مزانع اتهامند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دو فعال مدنی هستند. اولی معترض به وضعیت اداره کارخانه که در آن کار می‌کرد و علاقمند به تغییر شیوه های اداره آن و پرداخته به موقع دستمزدش. دومی دانشجویی که می‌گفت تنها عکس و فیلم از اعتراضات می‌گرفته. بعد از آزادی از بازداشت هر دو گفتند شکنجه شدند. ادعایی که حکومت رد کرد و در پاسخ فیلمی از اعترافاتشان پخش کرد و روز بعد دوباره بازداشتشان کرد. فیلم حاوی یک روایت معمول بود. روایتی که خلاصه‌اش این است: اینها فعال مدنی نیستند، بلکه مهره‌های دست پرورده خارج از مرزها هستند که به فکر براندازی‌اند. مانند موارد پیشین، بسیاری به این روایت به دیده تردید نگاه می‌کنند. اما چرا با همه اینها حکومت باز هم با این سناریوی قدیمی فعالان مدنی را برانداز می‌کند؟ ترس حکومت از چیست؟ آیا این ترس ریشه در واقعیت دارد؟ آیا شیوه های حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه راه به جایی می‌برد؟ در این برنامه سه میهمان دعوت کرده ایم. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. و رضا سپیدرودی، فعال کارگری و سردبیر پیشین روزنامه اطلس از استکهلم. خوش آمد میگم به هر سه میهمان. آقای افشاری، از شما شروع میکنم. شما خودتون درگیر این ماجرا بودید، درگیر اعترافات اجباری. یه مقدار راجع به اون زمینه هایی که باعث میشه فرد تحت بازداشت مجبور به اعتراف بشه به ما بگید، چه شرایطی ایجاد میکنن برای فرد؟ بله، من بر اساس تجربه شخصی خودم و صورت این رو میتونم بگم که ابتدا برمیگرده به برنامه‌ای که تیم بازجویی یا به اصطلاح هدفی که در بازداشت طرح شده. خب در تجربه خاص من خیلی مهم بود، هم برای من هم برای زنده یاد عزت الله صحابی. تعریف اولیه این بود که ما باید بشکنیم و غلط بودن مواضع به خصوص انتقادی قبل از روزهای قبل از بازداشت خودمون رو قبول بکنیم و تصور اونها این بود که فراتر از تیم بازجویی، در رأس اطلاعات موازی این بود که تجدید نظر طلبی ما، تغییر مواضع ما، اعلام اشتباه بودن اونها کمک میکنه با آن چیزی که اونها تعدیل فضای عمومی نامیدن و قرارم نبود فقط یک اعترافات تلویزیونی در دوران بازداشت باشه، بلکه این پروسه ادامه پیدا بکنه و بعد از آزادی هم حرفای مشابهی در محیطهای عمومی زده بشه. اما معمولا خب زندانی رو در یک شرایط بسیار سختی قرار میدن. تجربه شخصی من خب فشارهای سنگین هم جسمی و هم روانی، خب بیخوابی‌های مکرر و ضرب و شد بود، حالا در سختی قرار دادن به اشکال مختلف و که من جزئیاتش رو در روشنگری هایی که داشتم اعلام کردم، این فشار رو به شکل مستمر ادامه میدن تا در یک نقطه زندانی بشکنه. البته در کنار فشار قرار دادن در انزوا هم خیلی مهم هستش که به حال زندانیش ارتباطی به محیط بیرونی نداره، فضاسازی های خاصی میکنن و مجموعه این برخوردها باید تو یک نقطه بشکنه و بعد آماده بشه برای اون چیزی که اونها استرا در نظر دارن و سناریوشون رو تکمیل بکنن. در موارد دیگه البته میتونه این ناشی از بیخبری هم باشه، ناشی از فریب هم باشه. خب زندانی که تجربه نداره اون رو در این شرایط قرار بدن یا حتی فضاسازی هایی بکنن که اگر اون این کار رو نکنه اتفاقات بدتری ممکنه برای جمعی که اون بهش تعلق داره رخ بده، یعنی زندانی رو در فضای بین بد و بدتر قرار بدن متوجه. و مجبور بشه این کار رو انجام بحث دیگه این هستش که چه اعترافی میگیرند. مثلا در مورد شما گفتید که میخواستن بگن که اون مواضع انتقادی قبلی غلط بوده. در مورد اخیر آقای سپیدرودی، مسائلی که این دو نفر مطرح میکنن، مثلا در مورد آقای بخشی، این که ایشون سفرهایی داشته به جاهای مختلف و فعالان کارگری دیدار داشته. در مورد خانم قلیان، این که کتاب‌هایی از او گرفته که خود او بعدا میگه که این کتاب‌ها کتاب‌های مربوط به مارکسیسم بوده یا کمونیسم بوده که هیچ کدومشون غیر مجاز هم نبودن، همه کتاب‌های مجازی بودن.
آیا اصلا با توجه به فراز و فرودهایی که نگاه جمهوری اسلامی به اداره شورای کشور داشت، چون یه جای این هم میگن که آقای بخشی از این شعار استفاده کرده، نان صلح آزادی حکومت شورایی، آیا با توجه به اون تغییراتی که جمهوری اسلامی از آغاز در این 40 سال کرده، هر چه که کردند اینها و توصیفش شده، میشه در کاتگوری جرم قرار بگیره؟ حقیقت این است که اینها جز حقوق بدیهی انسان هاست. مثلا ارتباط داشتن، کارگر بودن، معناش متفاوت بودن از جنبه برخورداری از حق تماس و ارتباط با دوستان و همکاران و همفکران و هماندیشان که نیست. بنابراین جز حقوق بدیهی آدم است که جرم انگاری میشه. علت جرم انگاری شدن این هست که حاکمیت دیگه ظرفیت و توانایی پاسخگویی به مطالبات بدیهی در واقع اردوی بزرگ کار و زحمت کشور رو نداره. آقای بخشی که یک فرد نیست، آقای بخشی در واقع بیان فریاد 5000 کارگر نیشکر هفت‌تپه بوده که فریاد می‌زدن کارگر هفت‌تپه این گرسنه‌ایم. خب اینو میخوان چجوری پاسخ بدن؟ چه پرونده‌ای بسازن برای ایشون که رفته با علی نجاتی دیدار کرده؟ خب آقای علی نجاتی خودش در حقیقت فرزند برومند دو دهه پیکار مطالباتی در سخت‌ترین شرایط زیر تیغ سرکوب مداوم در یک به اصطلاح فضای بسیار دشوار بوده برای دفاع از منافع کارگران. آیا ملاقات فعال دو تا فعال کارگری با همدیگه جرمه؟ معلومه که جرم. کتاب هایی که خانم سپیده غلیان ازشون گرفتن، آیا کتاب هایی بوده که غیر قانونی منتشر شده؟ اصلا کتاب چرا باید غیر قانونی باشه؟ اندیشه مگر کتاب مگر تجسم اندیشه نیست؟ تولور فکر نیست؟ خواه هر فکری باشه، به چه دلیل باید غیر قانونی بشه؟ چرا باید جرم باشه؟ و اصلا خود قانون مثلا معنیش نه. اصلا میکنید برای چی؟ به هر حال وقتی که کسانی میان اینها رو در یک برنامه تلویزیونی میگذارن، با این تصور میگذارن که مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده، اینطور نیست؟ فکر میکنید که چطور این ممکن هست یک مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده؟ چه جنبه هایی از این موضوع ممکن هست برای مردم اون فضایی رو که تولید کنندگان میخواد ایجاد بکنه؟ من فکر میکنم که یک چنین بسیار تاثیرات دلخواهی را اینها نتونستن که حداقل این بار بگیرن. علتش هم این هست که در حقیقت اونهایی که مطالباتی داشتند و آقای بخشی و خانم غلیان در واقع یکی در همبستگی با اون مطالبات، دیگری به عنوان سخنگوی اونها را بیان کردند، مطالباتش از جنسی نیست که در واقع بشه در موردش عقب نشینی کرد. بنابراین که پاسخ نمیگیره. خوب کارگر که گرسنه است بهش چی میگید؟ میگید توطئه آمریکاست. خب نمیشه، پاسخ نمیگیره. امروز توی تهران اینها نتیجه بازخوردش رو دیدن، بازخورد همین حساب برخوردی که داشتن دیدن دیگه. شما شاهد بودید که امروز توی تهران بازنشستگان عزیز ما فریاد می‌زدند که توپ تانک مستند دیگر اثر ندارد. بله، توپ تانک مستند دیگر اثر ندارد، مستند شکنجه دیگر اثر ندارد. توجه داشتید؟ این بازخوردهای به اصطلاح چیز بود. آقای رحمانی، این نگرانی که جمهوری اسلامی داره به نظر میاد که در این روایاتی که در این مدت بعد از اعتراضات کارگری شنیدیم تکرار شده، این که این یک سناریویی هست که از خارج از کشور داره اداره میشه. از طرف دیگه ما در خارج از کشور هم گروه های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی داریم که نگاهشون به داخل هست و فکر میکنن که اعتراضات سراسری، اونچه که اونها میگن اعتصابات سراسری، میتونه کمک بکنه به ایجاد تغییر و شاید هم براندازی. فکر میکنید که واقعا چطور میشه که یک رابطه، یعنی آیا یک رابطه ارگانیکی بین اون چه که در داخل میگذره و اون چه که در خارج میگذره آیا میشه دید، یا بیشتر یک تئوری توطئه هست، یک توهم توطئه هست که اینجا میبینیم؟ ببینید، حق تشکر چیزی که جمهوری اسلامی نمیده، تشکل مستقل. خب کارمندا، معلما، کارگرا، حتی اون دستگیری آقای افشاری و بعدم آقای صحابی و ملی مذهبی این بود حق تشکل بیرون از حاکمیت نمیخواستن بدن، نمیخواستن بپذیرن دفتر تحکیم وحدت مستقل تر از گذشته خودش باشه. خب این اصلیه در جمهوری اسلامی. وقتی این اصل باشه، هسته سخت هم اینه دنبالش میکنه.
و وقتی که اینطوری باشه هر حرکتیه باید وصل بکنی به یه جایی که تو قبلا اونو دشمن اعلام کردی. این نشانه گذاری شده از سناریو این بار گروه های بیرون از حاکمیت و یا خارج از کشور. یه مسئله باید در نظر بگیریم که خب تشکلات کارگری و کارمندی حقن باید داده بشه. دو تا راه حل وجود داره. یه موقع تو بگی آقا هر تشکل مستقل از ما وابسته به بیگانه است، این پاسخ درست مدنی نیست. پاسخ دیگه که شما تشکل بدی، حق بدی، اون موقع اگر جایی دیدی خلاف کرد باید برخورد بکنیم. این برخورد با اسماعیل بخشی و هر فعال مدنی بیرون از حاکمیت، حتی گاه در درون حاکمیت، اینه که اون تشکل رو نمیخوان بدن. بس. سلاح اعتراف برای این میاد. حالا بعدا توضیح میدم مثلا چرا اعتراف میگیرن، کاربرد داره براشون شکست دادن. چه کاربردی داره؟ دقیقا بحث همین هست، چون بسیاری همونطور که آقایون هم اشاره کردن این یک سناریوی نخنماست تقریبا. میشه گفت که تفصیل از اول انقلاب تا به الان بارها و بارها اعتراف این چنینی پخش شده. بسیاری اصلا حسشون رو نسبت به اینها از دست دادن، هیچ جوری تحت تاثیر اینها قرار نمیگیرن. مخاطب اینها اصلا کیه؟ این به نظر من اینطور نیست. یعنی ببینید جمهوری اسلامی یک شیوهی داره، باید حکومت کنه. وقتی ما باید حکومت کنه باید ادعی مرعوب کنه. این اعترافات برای مرعوب کردن فعالان مدنی است. اینکه جواب نمیده اینطور نیست، بخشی از جامعه رو مرعوب میکنه. من تجربه دارم و اونی هم که اعتراف میکنه و تا حدود زیادی تحت فشار روحی روانی شخصی قرار میده. افراد کمی میدونن از این فشار خارج بشن. اینم من تجربه شخصی دارم، من هزاران اعتراف تلویزیونی تو اوین دیدم. بعد مسئله بعد اینه که این نیروهای هوادار خودش میخواد بگه ما برتریم، ما شکست دادیم. ببینید با اتاق چک بازجویی اتاق جنگه و بی‌رحمانه ترین نوع جنگ هم اعمال میشه. در این اتاق شما باید حریف رو شکست بدی. جمهوری اسلامی آقای تغییر زمانی بود، دهه 60 نماینده اطلاعات در اوین بود، اسمش نمیدونم مستعار بود یا نبود. بعد از جنگ و قبول قطعنامه جمله بدتری همیشه میگفت صدام حسین به ما فهمان علاوه بر حقانیت باید قدرت هم داشت. ببینید شکست دادن حریف برای نیروی هوادار یک روحیه. شما این تویت هایی که گروه های راست حکومت میکنن ببینید. بس این اعتراف ها برای چنین حکومت های کاربرد داره. هم این کاربرد باید نظر من حالا بعدا میشه توضیح داد با همه اجرای لایه جرم سیاسی خونساش کرد. یعنی باید اجازه نداد زندانی بره تو انفرادی، زندانی تو انفرادی بره. از 100 تا زندانی انفرادی دو نفر اگه ببرن برای اینا کافیه. ببینید در بازجویی بازجو قرار است اعتراف بگیرد، برخی از اعتراف ها پخش نمیشه، بعضی هم اعتراف نمیکنن. ولی اعتراف جزئی از بازجویی بودن دهه 60 تا به امروز بالا پایین داشته ولی از بین نرفته. پس برای حکومت کاربرد داره. آقای افشاری، آقای رحمانی میگن برای حکومت کاربرد داره، اما من اشارم بیشتر روی بسیاری از افکار عمومی بود. مثلا در موقعی که شما خودتون دوچاره این ماجرا بودید، آیا حس میکردید که این حرف ها رو که شما زدید سالهای بعد مردم باور کرده بودن؟ از این جهت میپرسم که برای این اتفاقات، اینجور حرف هایی که مثلا در مورد خانم قلیان دیروز و پریروز صحبتش زیاد بود، اتهامات جنسی که مثلا مطرح میکردن، بیرون و درون زندان نداره. فعالان مدنی همیشه در مزانه این اتهامات قرار میگیرن از طرف حکومت جمهوری اسلامی. فکر میکنی واقعا چقدر افکار عمومی میپذیره؟ چند درصد از مردم ممکن هست که قبول بکنن اعترافاتی که در این شرایط عنوان شده یا اتهاماتی که اینچنین وارد میشه؟ ببینید دو تا بحث از هم جدا کرد. یکی باورپذیری در جامعه هست، یکی هدف گذاری نظام سرکوب. و توجه هم داشته باشیم که منظور اعترافات اجباری هستن، نفس اعترافات، یعنی اعترافات خاصی که متهم رو وادار میکنن و امر خلاف واقع‌گویی یا دیدگاه هایی که اساساً قبول نداره و اینو به اطلاع افکار عمومی میرسونن. ببینید من رو تجربه شخصی خودم وقتی که درون بودم، منطقه من تجربه خاصی داشتم، این توفیق رو داشتم که تونستم برگردم، خود همین زندان برگردم و از همونجا هم افشاگری بکنم. ولی وقتی خودم اومدم بیرون با این موضوع منو به لحاظ شخصی خیلی ناراحت کرده بود، ولی در واکنش‌های بیرونی دیدم نه، اساسا ورای تصور من بود. اما خب طبیعتا نمیشه این به مشاهدات هم به کل جامعه تعمیم بدم و هر ساعت ممکنه بخشی از جامعه هم قبول کرده باشن یا تحت تاثیر قرار گرفته باشن. ولی هدف گذاری اون کسانی که من رو اون جلو تلویزیون قرار دادن، جلو دوربین تلویزیون تا حرفای اونها رو بزنم،
اکثریت جامعه نبودن، کما که اساسا نظر اکثریت جامعه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، بر اون اساس اصلا اداره نمیکنه کشور رو. من با آقای رحمانی موافقم. اول از همه نمایش اقتدار هست که داره به جامعه خاص فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف میگه ببینید من انقدر قدرت دارم که اگر شماها جسارت به خرج برید، بخواد اقتدار منو زیر سوال ببرید، بخواد حقانیت و مشروعیت مواضع این نظام که در شخص ولی فقیه متبرر میشه بخش مسلط قدرت رو به چالش بطلبید، یک چنین فرجامی پیش روی شماست. ما شما رو میشکنیم، ما شما رو خرد میکنیم، ما شما رو وادار میکنیم علیه خودتون تبدیل بشید، علیه خودتون موضع بگیرید. این به هر صورت اثر بازدارنده داره. ببینید کم آدمی هست، من چون خودم این تجربه رو داشتم، یکی از بدترین اتفاقات برای فعالان سیاسی و مدنی که حتی دغدغه های آرمانگرایانه دارن این هست که اونها رو در شرایطی قرار بدن که علیه خودشون بشن. خیلی دشوار است از این تجربه بیرون اومدن و از پیامدهای سنگین روانی و برخی اصلا ممکن در همه عمرشون دچار مشکل بشن. بنابراین این اثرات بازدارنده رو برای این جامعه داره و دو، چون دستانشون خالیه برای پایگاه اجتماعی خودشون هم باید بگن که وقتی مثلا ولی فقیه میگه که دشمن پشت سر همه تحرکات هست، در جمهوری اسلامی اساسا خطا و اشتباهی وجود نداره، همه اعمالش درست هست و بعد هم ناتوان از پاسخگویی به مطالبات سنتی مثلا کارگران هست، بعد بیا میگم آقا همه استنادات حرفای ما صحبتهای خود این فرده و به این اعترافات متوسط بشن، ولی در عموم جامعه به نظر من هم الان در اکثریت باورپذیری نداره، حتی واکنش برعکس هم داره. یه جمله هم بگم از مرحوم مهندس بازرگان در همون اوایل دهه 60 که بحث این اعترافات تلویزیونی اجباری داغ شده بود، خب همون موقع خطاب به جامعه گفت مردم حرفایی که من دارم، حرفایی که الان میزنم حرفای منه، اگه اون تو رفتم چیزای دیگه شنیدید باور نکنید. یعنی از همون موقع هم این تشکیک جدی وجود داشت. آقای سپیدرودی، شما به هر حال سال هاست که دارین فعالان کارگری رو، فعالیت هاشون رو، اونچه که انجام میدن در خارج از ایران و داخل ایران دنبال میکنید. آیا شما یک تحولی در فعالیت سندیکایی در ایران ظرف این چند وقت اخیر به خصوص بعد از دی 96 میبینید؟ به نظر میاد که این چیزی هست که بسیاری رو در داخل حکومت ایران نگران کرده. دقیقا پاسخش با نکته ای که میگید درست، روی کرد به فعالیت های صنفی، به کنشگری مطالباتی گسترش پیدا کرده. ما الان شاهد هستیم که بخش های مختلف مطالبگران در چارچوب شبکه های اجتماعی تونستند اهرم هایی و ابزارهایی برای خود سامانیابی پیدا بکنند و این خودش تأثیرات درخشانی داشته در گسترش دامنه جنبش مطالباتی. البته تنها دلیل این گسترش رویکردهای خودسامانیابانه در میان گروه‌های مختلف مطالباتی نبوده، دلایل دیگری هم داره. خود تحول شرایط سیاسی، بدتر شدن اوضاع، ناتوانی حاکمیت از پاسخگویی به مطالبات مزد و حقوق بگیران و اردوی کار، همه اینها تاثیرگذار بوده. اما من میخواستم اگر اجازه بدید برگردم به اون بحثی که شما مطرح کردید، اشاره کوتاهی بکنم به اینکه بحث در مورد دامنه تاثیرات به اصطلاح اعتراف گیری یا پرونده سازی رو بایستی در یک بستر تاریخی دید، در یک رویکرد تاریخی دید. به نظر من سه عنصر وجود داره که در واقع دامنه تأثیرات شکنجه رو نسبت به گذشته یا حتی نسبت به همین 5 سال پیش متفاوت میکنه و این تفاوت هم بسیار قابل توجه هست. اون سه عنصر، یکیش عبارت است از در واقع ورود طبقه بزبگیر جامعه به میدان اعتراضات صنفی، کنشگری صنفی. توجه بکنید که اینجا وقتی که مسئله اعتراض به شکنجه مطرح شد، از درون برخوردهای حسی حاکمیت نسبت به مطالبات صنفی مزد بگیران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه بیرون آمد. بله، این نکته مهمی، یعنی شما مسئله مبارزه با شکنجه یک باره 45 میلیون نفر نفوس مزد و حقوق بگیران ایران رو درگیر میکنه. یک چنین پایه توده‌ای طبقاتی در رابطه با برخورد با شکنجه در گذشته وجود نداشته است. توجه بکنیم نکته دوم،
حساسیت طرفداران آزادی، انسانهای آزادی خواه به مسئله در واقع شکنجه به طور معمول بنا به دلایل کاملا شناخته شده جامعه شناختی فراتر هست از میزان حساسیت مزدبگیران. مزدبگیران زمانی وارد این حوزه میشن که هستی و حیات خودشون در واقع به خطر میفته و الان اون دور است، اون شرایطه. بنابراین این هم متحول کرده است واقع نحوه بازخوردهای شکنجه های حاکمیت در مدرون مردم رو. نکته دیگر که باز از این جمعه واقعا قابل توجه هست در واقع شبکه های اجتماعی است. بله. در عصر شبکه های اجتماعی حقیقت نمیمونه. بله. پشت دیوارهای زخیم سانسور نمیمونه. نکته جالبی رو اشاره کردید آقای سپیدرودی. آقای رحمانی، همین ها که گفتند آقای سپیدرودی به هر مسائلی هست که ما میبینیم تغییراتش رو میشه حس کرد، اما یک بحث دیگه که اشاره کردن گفتن به میلیون ها مزدبگیر در ایران، حالا معلمان، کارگران، بقیه همه اینا رو میشه در این رده گنجون. میدونیم که بسیاری منتقد هستن، معترض هستن به شرایطی که داره برشون اعمال میشه، مشکلات نان دارن، مشکلات اقتصادی دارن، خوشحال نیستند. اما چرا اون اعتصاب سراسری که بسیاری از گروه های منتقد و معترض خارج از ایران دنبالش هستن شکل نگرفته تا به حال دست کم؟ ببینه این نباید شکل بگیره. اون همبستگی نهادها در ایران به شکل ژله‌ای و غلطانه. خب یه جریان سیاسی باید یه بستر مثل انتخابات یا یه بستر حالت انقلابی یا حزب سراسری باشه بتوانی خواستار رو سامان بده. من پیشنهاد من این احزاب سیاسی تلاش کنن این تشکل یابی ها به اصطلاح شکل بگیره بدون اینکه درون تشکل ها برن، یعنی احزاب سیاسی وارد این تشکلات نشن، تشویق کنن این تشکلات مدنی شکل بگیره، از این لحاظ کمک کنن. حکومت میخواهد بدیل درست کنه در مقابل تشکلات یا اینا رو از بین ببرد. احزاب سیاسی هم باید دقت بکنه اگه بخوان نفوذ تو این تشکلات بکنن، این تشکلات به اصطلاح از هم خواهم پاشید. این تشکلات آقای رحمانی شما اشاره میکنید انگار که مثلا الان احزاب سیاسی در ایران به راحتی میتونن فعالیت بکنن. میدونیم که اینجوری هم نیست. نه ببینید، از طریق همون مثلا همینه، این فضای مجازی میتونه توهم هم به وجود بیاره، یه پیام، یه چیز سیاسی این وضع به وجود بیاره. در صورتی این تشکل نیست، این توانایی نیست. ما نهادهای مدنی ما ژله‌ای است، منم میدونم اینجوری نیست، ولی تصورات همیشه هست، این تبلیغات همیشه هست. ببینید ما به تشکلات مدنی کارگری سنتی مستقل نیاز داریم که بعد احزاب سیاسی بتوانند رأی اینا رو در بزنگاه‌ها بگیرن یا اینا رو بسیج کنن، یه بحث دیگه است. ما به این مرحله نرسیدیم، این مرحله پیچیده است. این مرحله اگر شما بخوای زود ازش بپری یا سوار بشی مورد سوء استفاده حکومت هم قرار میگیره. که اگر فعالان سیاسی نرسیدن به اون چیزی که شما میگید و به هر حال این فاصله زیادی هست تا به اونجا برسه، چرا اینقدر حکومت ایران در این باره نگران هست؟ چرا اینطور داره علیهش فعالیت میکنید؟ ببینید جامعه مدنی مستقل نگرانی حکومت ایرانه. حکومت ایران آلترناتیو داخلی خود چه هنوز به اصطلاح معروف جریان نفوذ میدانه و این نفوذ از نظر آقای خامنه‌ای، روحانی، خاتمی و امثالهن هم ببینید نیروهای خارج از حاکمیت، از ملی مذهبیش بگیر نهضت آزادیش و گروه خارج از کشور، بحث حقانیت نیست. متوجه. بحث اینه ندارن که در مقابل حکومت ایران فعلا یک آلترناتیو قابل بحث باشن. متشکرم. بذارید آقای افشاری هم نظرشون رو در این باره بگم. آقای افشاری در همین باره شما نظری دارید؟ بله، من نظر متفاوتی دارم. ما در نظام سیاسی ایران که یک نظام ثبات یافته نیست، یک نظامی است که در زیست در بحران بوده، به خصوص در مقطع اخیر تشدید شده. نگرانی حکومت حالا خیلی این نیستش که این تشکل‌ها حالت مدنی پیدا بکنن، نیروهای سیاسی پیوند بخورن تو قالب خودش، بلکه این هستش که از سال گذشته بعد از دیمان 96 موازنه قوا عوض شده، توان اقتصادی حکومت هم به تحت هم ناکارآمدی داخلی و فشارهای خارجی ضعیف شده و این امکان که این گسترش نارضایتی های اقتصادی معیشتی که اینها در ذات خودش سیاسی نیست، ولی وقتی پاسخ نمیگیره به شدت مستعد سیاسی شدن است. مثل اعتراض دیمان 96 سال گذشته یک دفعه بروز پیدا کرد. نگرانی حکومت این هستش که افزایش اینها و مهار ناپذیر شدن اونها، چون یه جمعیت به قوه زیادی هست،
عملا موازنه قوا رو به سمتی ببره که اون امکان تغییر نظام و تغییر حکومت یا تغییر ساختاری فراهم بشه. صحیح. حساسیت نسبت به اینا اصلا اون اثر کلی که همیشه آقای رحمانی هم خیلی کوتاه آقای رحمانی اگه پاسخی دارید بفرمایید. ببینید من اعتقاد ندارم کاش به سلام معروف این قدرت بود. الان تنها جریانی که میتونه این دار فضا بسازه واسه نیروها رو بر پشت خودش به خاطر شناخته شده بودن نه حقانیت موسوی و کدو و رهنورد تا نیروهای دیگه بیان پشت اینا دوباره یه موج درست بشه. ببینید حقانیت گروه های سیاسی یه سر جای خودشه یا تشکلات کارگری توانشان برای تغییر توانش سرکوب حکومت شدید بوده یه حکومت نفتی دارای پول و امکانات و مانوب بحران ها الان جمهوری اسلامی بعضی جاها تو منطقه امتیاز میده داخل امتیاز نده این واقعیت که تو عراق معامله کنه تو سوریه معامله کنه تو لبنان معامله کنه بی خودی که نرفته اونجا اینا ویژگی هایی است که باید شناخت به این خاطر من تقویت جامعه مدنی الان خیلی ضروری تر میبینم گفتم بحث حقانیت نیست بحث قدرته. بله متشکرم. میخواین خیلی کوتاه آقای افشاری 30 ثانیه وقت داریم بفهم بحث آقای رحمانی از ارتباطی این بحث نداره بحث بالقوه هست و هیچ جای دنیا هم تغییرات بزرگ بر اساس این نبوده که از قبل قابل سنجش بوده به یک باره میتونه موازنه قوا به هم بریزه و نظر من این امکان در شرایط کنونی ایران وجود داره. متشکرم از هر سه آقایون آقای رحمانی آقای افشاری و آقای سپیدرودی ممنون که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.